کیمیا قربانی از بولونیا همراه ما شده. کیمیا، ایتالیا مدت هاست که نقشه خیلی مهمی داره تو عملیات های چند ملیتی به ویژه توی لبنان. الان این تنش ها به کجا داره می انجامه به ویژه با اسرائیل؟ خب در روزهای اخیر که این حملات انجام شد یه مقداری روابط بین ایتالیا و اسرائیل متشنج شد، با وجود اینکه این دو کشور روابط بسیار صمیمی و نزدیکی دارن، اما منجر به یک درگیری لفظی نسبتاً جدی بین همین گویدو کروزتو وزیر دفاع ایتالیا با سفیر اسرائیل در روم شد و خب جورجیا ملونی و تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا هم سفر کردن به اسرائیل در روزهای گذشته و این نشان دهنده اهمیت و حساسیت این ماجرا هستش. گویدو کروزتو هم حالا در این سفر برای بررسی وضعیت سربازان ایتالیایی به دیدار گالانت رفته و در محوریت این دیدار هم درگیری‌های غزه و لبنان و همچنین حفاظت از نمایندگی سازمان ملل قرار داشته. وزارت دفاع ایتالیا یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت که وزیر دفاع تأکید کرده بر اجرای کامل قطعنامه 1701 که بر اساس اون سربازان یونیفل حضور دارند برای حفاظت از مرزهای جنوبی کشور لبنان با اسرائیل، و این که کروزتو هم گفته که اطمینان به من دادن که دیگر اولا که حمله‌ای صورت نخواهد گرفت و ارتش اسرائیل با تمام توان حفاظت خواهد کرد از نیروهای سازمان ملل، و اینکه گفته شده که خب با توجه به این که جنگ الان به سمت جبهه شمالی کشیده شده، ناخودآگاه خب نگرانی ها برای این سربازان کمتر شده. در این دیدار در رابطه با آینده این ماموریت هم صحبت شده. خب کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی که در این ماموریت یونیفل هستن بر این باور هستن که این عملیات باید ادامه پیدا بکنه، و خب گفت در این دیدار گفتن که در آینده باید نقش بیشتری حتی و مسئولیت بیشتری داده بشه به این سربازان که علاوه بر تثبیت مرز در واقع حمایت بکنن از کشور از شهرهای شماری اسرائیل در مقابل حملات حزب الله، که خب در سالهای اخیر اینجوری نبوده، مدام موشک‌های شلیک می‌شده از طرف حزب الله، و در آینده باید تضمین بشه که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل جلوگیری بکنن از هر گونه شهرک سازی یا تونل سازی حزب الله در اون منطقه و همچنین از حملات، و اینکه با همکاری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و ارتش لبنان بتونن که این در واقع صلح رو در بین دو کشور به وجود بیارن. کشور ایتالیا خب بر این باور هستش که در این زمان الان میتونه که یک نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه در لبنان، و روز گذشته هم آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه و معاون جورجیا ملونی در یک سخنرانی گفتش که ایتالیا باید حمایت بکنه اولا از انتخاب نخست وزیر جدید که در لبنان که باید که مسیحی مارونی باشه طبق قانون اساسی، و این که تلاش بکنه برای آموزش دادن به ارتش لبنان. خب میدونیم که 300 نیرو و ژنرال در لبنان هستن برای آموزش دادن به ارتش، بنابر این تقویت ارتش لبنان و حمایت از رئیس جمهور جدید در لبنان از وظایف کشور ایتالیا هست که میخوان انجام بدن. ممنونم کیمیا قربانی همکارم از بولونیا.